نامه‌نگاری درباره حقوق زنان. ابیگیل و جان آدامز. ترجمه و تهیه آموزشکده توانا. کلمه مرد در اعلامیه استقلال به مفهومی عام و کلی به کار رفته است. در سال 1776 هیچ جامعه‌ای در جهان زنان را موجودات خودمختار و صاحب حقوق سیاسی تلقی نمی کرد. خانواده واحد پایه اجتماع بود و سرپرست مذکر خانواده منافع و مصلحت‌های زنان و کودکان وابسته را حفظ می‌کرد. ابیگیل آدامز در خانه‌اش در ماساچوست به انتظار خبر اعلام استقلال از سوی کنگره قاره‌ای بود، ولی شوهرش جان را به ملایمت عتاب می‌کرد که زنان را به یاد داشته باش، مبادا برای خودشان شورشی در سر بپرورانند و دیگر خود را ملتزم به هیچ قانونی که در آن حرفی برای گفتن نداشته باشند ندانند. البته ابیگیل به مفهوم مدرن کلمه زنی فمینیست نبود. او این نگاه سنتی به زن را پذیرفته بود که زنان بنا به مشیت الهی تحت قیمومیت مردان قرار داده شدند. اما استقلال شورمندانه او به زمانی اشاره داشت که جان در پاسخش گفته بود که در آن قبیله‌ای که از همه دیگران پرشمارتر و قویتر است واقعاً ناراضی خواهد شد، و با کامیابی خواهان شنیده شدن صدایش خواهد شد. نامه ی ابیگیل به جان، 31 مارس 1776. مشتاقم خبرش را بشنوم که اعلام استقلال کرده اید، و در ضمن بر حسب مقررات جدید قانونی که گمان می کنم لازم باشد وضع کنید، مایلم زنان را به یاد داشته باشی و در قبال آنها سخاوت و توجه بیشتری نسبت به نیاکانت داشته باشی. این قدرت نامحدود را در دست شوهران مگذار. به خاطر داشته باش که همه مردان اگر می توانستند موجوداتی ستمکار و خودکامه می شدند. اگر دقت و توجه خاص به زنان نشود، عزممان جزم است که شورشی بپا کنیم و خود را ملتزم به قوانینی که در آن صدا یا نماینده‌ای نداریم نخواهیم دانست. این که جنس شما به تبع ستمکاره و مستبد است، حقیقتی چنان جا افتاده است که پذیرفتن آن حاجتی به نزاع ندارد. ولی شما خوش می‌دارید که به اشتیاق عنوان خشن ارباب را با عنوان ملایم‌تر دوست جایگزین کنید. پس چرا استفاده از ما و بهره کشی ظالمانه و تحقیرگرایانه از ما را بدون هیچ عقوبتی از ید قدرت بدتینان و یاغیان در برابر قانون خارج نمی کنید؟ مردان خردمند در هر دوره و زمانه بیزارند از استفاده از رسومی که از ما فقط به مثابه رعیت فرمانبردار جنس شما بهره می برند. پس با ما به عنوان موجوداتی رفتار کنید که مشیت الهی تحت قیمومیت شما قرار داده است. به تقلید از آن موجود متعالی تا از آن قدرت فقط برای رضایت و شادی ما استفاده کنید. دوست همیشه وفادارت. نامه جان به ابیگیل، 14 آوریل 1776.
در خصوص آن مقررات جدید قانونی خارق‌العاده‌ات فقط خنده هم می آید. به ما گفتند که مبارزه ما بند و زنجیرهای دولت را در همه جا سست کرده است. کودکان و شاگردان نافرمانی کردند. مدرسه‌ها و کالج‌ها نارام شدند. سرخپوستان قیم‌هایشان را تغییر کردند و کاکاسیاها در برابر اربابانشان گستاخی کردند و این نامه تو اولین نشانه است از اینکه قبیله دیگری پرشمارتر و قویتر از همه اینها ناراضی شده است. این تعارف و تعریف خیلی درشت است ولی خیلی پررو هستی. اینها را پنهان نمی کنم. به این اعتماد کن، ما هوشیارتر از این هستیم که نظام‌های مردانه‌مان را ملغی کنیم. هرچند اینها به قوت در اجرا هستند ولی می‌دانیم که اینها مشتی نظریه بیش نیستند. ما جرأتش را نداریم که قدرتمان را در کامل‌ترین شکلش اعمال کنیم. ما ناگزیریم که منصفانه رفتار کنیم و نرم خوب باشیم و می‌دانی که در عمل این ما هستیم که رعیتیم. ما تنها به اسم اربابیم و به جای اینکه از همین هم دست بکشیم که ما را یک سر زیر یوغ استبداد شلیته ببرد، امیدوارم که ژنرال واشنگتن و همه قهرمانان شجاع ما سنگر را حفظ کنند. مطمئنم که هر سیاست مدار خوبی تا جایی که بتواند در برابر استبداد نقشه خواهد کشید. امپراتوری، پادشاهی، آریستوکراسی، اولیگارشی یا اوباش سالاری واقعا قصه خوبی است. یواش یواش فکر میکنم که وزارت سخت شریر است. پس از تحریک محافظه‌کاران، ملاکان، سلمانی‌ها، متعصبان، کانادایی‌ها، سرخپوستان، کاکاسیاها، هانوفری‌ها، هسه‌ای‌ها، روس‌ها، کاتولیک‌های رومی ایرلندی و مرتدان اسکاتلندی بالاخره خانم‌ها را برانگیختند که امتیازات تازه ای را طلب کنند و تهدید به شورش کنند. شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.